به نام خداوند بخشنده مهربان شما را خوش آمدید میگیم به درس 154 مضمون ریاضی سنف ده در این درس یک موضوع مختصر و موضوع پر استفاده را میخوانیم که حالات یک خط مستقیم با دایره هست یعنی یک خط مستقیم را اگر ما شما در یک مستوی یا بگیم در مستوی کوردینات قایم داشته باشیم و همچنین یک دایره را داشته باشیم وقتی با همدیگر حالات یا مناسبات از اینا را مطالعه کنیم سه حالت ممکن وجود داره میتونه خط مستقیم با دایره متقاطع باشه میتونه خط مستقیم با دایره مماس باشه یا میتونه خط مستقیم در یک فاصله از دایره قرار داشته باشه که در اون حالت میتونیم بگیم که هیچ مناسبت یا هیچ حالت را با دایره ندارد پس سه حالت ممکن در قسمت دایره و خط مستقیم وجود داره که میتونه با همدیگر نسبت را بسازن متقاطع مماس و خط مستقیم خارج از دایره پس درس امروز ما رو میبینیم که چطور هست و چگونه ای حالات را ما شما مطالعه کنیم تا دریابیم که خط مستقیم با دایره چی حالت را میتونه داشته باشه گفته ها می توانید بگویید که خط مستقیم 3 منفی 4y مثبت 20 مساوی با صفر دایره x مربع جمع y مربع مساوی با 25 را در چند نقطه قطع میکند مثل قبلا گفته بودیم سه حالت ممکن وجود داره میتونه در دو نقطه متقاطع باشه میتونه در یک نقطه مماس باشه یا میتونه به اصطلاح خط مستقیم خارج از دایره قرار داشته باشد بس که وجود داره در این معادله خط مستقیم از ما شما خواسته که مناسبت شد با این معادله دایره به اصطلاح دریافت کنیم یا بگیم مطالعه کنیم ابتدا میبینیم که چه خصوصیاتی وجود داره و چطور میشه ما این مناسبت را یا این حالات را مطالعه کنیم گفتم معادله دایره x مربع جمع y مربع جمع x جمع بی وای جمع سی مساوی با صفر را در نظر میگیریم حالات یک خط مستقیم را با دایره مذکور مورد مطالعه قرار میدهیم آیا خط مستقیم دایره را در دو نقطه قطع میکند خط با دایره مماس میباشد و یا اینکه خط مستقیم دایره را در هیچ نقطه قطع نمیکند قیمت x یا y را از معادله خط مستقیم دریافت میکنیم بعد از اینکه قیمت x یا y را از معادله خط مستقیم دریافت کردیم در معادله دایره وضع میکنیم معادله دایره که هم x داره و هم y بعد در او صورت ما با یک معادله یک مجهولی درجه دوم مواجه میشیم یا بگویم یک معادله یک مجهولی درجه دوم را می داشته باشیم در معادلات یک مجهول درجه دوم شما می فهمین که برای دریافت جذر های معادله ما دلتا را باید مطالعه کنیم که دلتای بی مربع منفی 4 اگر بزرگتر از صفر باشد در این صورت و این معناست که خط مستقیم دایره را در دو نقطه قطع میکند اگر دلتا مساوی با بی مربع منفی 4 مساوی با صفر باشد و این معنا هست که خط مستقیم با دایره در یک نقطه مماس است و در حالت سومی در صورتی که دلتا مساوی با بی مربع منفی 4 کوچکتر از صفر باشد خط مستقیم دایره را قطع کند. یعنی بگیم خط مستقیم خارج از دایره قرار دارد و با دایره تقاطع یا به اصطلاح بگیم نسبت نداره برای شما یک مثال گفته و مثال طبعا بسیار زیاد ساده هست ما شما می خواهیم که به اصطلاح مثال را حل بکنیم بعد دریافت کنیم که مناسبت خط مستقیم با دایره چگونه هست و چطور به اصطلاح خط مستقیم با دایره آیا متقاطع هست آیا خط مستقیم با دایره مماس هست و یا دایره را قطع نمی کند گفته آیا خط مستقیم 2x مساوی با y مثبت هفت y مثبت 7 و معادله دایره را که برای ما شما گفته x مربع جمع y مربع به همین ترتیب منفی 8x منفی دو y به همین ترتیب مثبت 12 مساوی با صفر را قطع می کند و به همین ترتیب گفته کمیات وضعی نقاط تقاطع را دریافت بکنید بسیار خوب پس ما شما می بینیم که آیا قطع می کند و یا قطع نمی کند ابتدا مثل که قبلا در خود درس گفته بودیم قیمت x یا y را در معادله دایره دریافت میکنیم بعد اون قیمت را در معادله البته در معادله خط مستقیم دریافت میکنیم بعد قیمت دریافت شده را در معادله دایره وضع میکنیم ببینید در اینجا معادله خط مستقیم را که ما و شما داریم 2x مساوی با y مثبت 7 است 2x مساوی است با y مثبت 7 اگر 7 را سمت چپ بیاریم 2x منفی 7 مساوی با y میشه یا میتونیم بگوییم y مساوی است به 2x منفی 7 پس ما شما قیمت y را از جنس x دریافت کردیم بیاییم که در معادله دایره به عوض y قیمتش را وضع کنیم خب معادله دایره را که ما داریم x مربع جمع y مربع به همین ترتیب منفی 8x منفی 2y مثبت 12 مساوی به 0 هست پس x مربع خودش جمع به عوض y قیمتش را نوشته میکنم 2x منفی 7 چون مربع داره هم کل مربع منفی 8 x منفی دو ضرب در به این وای چی نشته کنم بازم دو x منفی هفت و مثبت دوازده دیگه هم که داره مساوی به صفر است در هر دو جای در معادله دایره که ما وای داشتیم به این قیمت شد از جنس x به اساس قیمتی که x در معادله در معادله خط مستقیم داشتیم وضع کردیم پس x مربع خودش باشد مثبت دو مربع میشه 4x مربع منفی دو چند حد اول ضرب حد دو دو ضرب در دو 4 4 ضرب 7 میشه 28x و, و مثبت 7 مربع هم مساوی با 49 هست منفی 8x خودش منفی ضرب مثبت منفی دو ضرب در دو چهار اکس منفی ضرب منفی مثبت دو ضرب در هفت میشه چارده مثبت دوازده هم داریم مساوی به صفر که به این ترتیب ما شما داریم خب در اینجا میفهمیم که چار جمع یک مساوی به پنج اکس مربع میشه که را ما شما نوشته میکنیم یا بگم میره داریم 5 اکس مربع منفی 28 اکس یکی داریم منفی 8 اکس یکی داریم منفی 4 اکس یکی داریم ببینید به ترتیب منفی 28 منفی 8 منفی به اصطلاح 4 اکس خب 4 و 8 12 میشه 12 و 28 مساوی با 40 میشه پس به این ترتیب ما و شما منفی 40 اکس از به اصطلاح قیمت هایی که اکس داره یا بگم حدودی که اکس داره دریافت کردیم به این ترتیب مثبت 49 را داریم مثبت 14 را داریم و مثبت 12 را داریم میشه اگر همین مثبت بر کلشان در نظر بگیریم 2 و 4 6 6 جمع 9 مساوی با 15 15 5 حاصل یک. یک و یک دو دو و یک سه سه و چار مساوی به هفت میشه مساوی به صفر جمع هفتاد پنج مساوی به صفر آره ما شما یک معادله دو مجهول یک مجهوله درجه دوم را داریم این معادله ما پنج x مربع به همین ترتیب منفی چهل اکس مثبت افتاد و است مساوی به صفر اگر خواسته باشیم یک کم معادله رو سبکتر بسازیم یعنی زریبای کلان کلانش از بین ببریم میشه اطراف معادله رو تقسیم پنج بکنیم پس به این ترتیب در اینجا اکس مربع خواهیم داشت چهل که تقسیم پنج شود میشه 8 اکس مثبت به این ترتیب افتاد پنج تقسیم پنج شود میشه بگوییم که یک پنج پنج بعد به اصطلاح دو بالای پنج اضافه شا میشه 25. و پنج به همین ترتیب پنج پنج بیست و مساوی به صفر پس ما یک معادله یک مجهوله درجه دوم را به دست آوردیم که x مربع منفی 8 x مثبت 15 مساوی به صفر هست برای مطالعه ای که ما و شما این خط مستقیم را با دایره در کدام حالت داشتیم میشه که قیمت های یا بقیه اول دلتا را تشکیل کنیم بعد قیمت های اکس را دریافت بکنیم دلتا مساوی است به بی مربع منفی چاره از فرمول محمد بن مسای خوارزمی که شما میفهمید خب پس به این ترتیب ما و شما دلتا را مساوی داریم به بی مربع میشه منفی 8 کل مربع منفی چار ضرب قیمتش یک است و سی هم قیمتش پانزده است پس دلتا مساوی است منفی هشت کل مربع 64 میشه منفی 4 ضرب یک 4 چار ضرب در پانزده را میفهمیم مساوی به 60 میشه یا بگیم 4 پنج بیست حاصل دو یک چار 4 دو حاصل داشته میشه شش پس دلتا مساوی است به از 64 که 60 کم شود چار باقی میمونه و چار بزرگتر از سفر. هست. وقتی چهار بزرگتر از صفر است چه نتیجه ای حاصل کردیم این نتیجه را به آوردیم که در حقیقت معادله دایره یا بگوییم معادله خط مستقیم را که بر ما و شما با معادله دایره داده بود مناسبت چند طوری است که خط مستقیم مورد نظر با دایره داده شده در دو نقطه تقاطع دارد پس به این ترتیب خط مستقیم داده شده با دایره در دو نقطه متقاطع است متقاطع است به این ترتیب ما شما پس در دو نقطه تقاطع داریم بسیار خوب ما شما این دو نقطه را دریافت کردیم بعد کتاب از ما شما کمیات وضعیه تقاطع هم خواسته که در کدام نقاط به اصطلاح معادله خط مستقیم با دایره مورد نظر تقاطع دارد میشه ما شما کمیات وضعی تقاطع رو هم دریافت کنیم برای دریافت کمیات وضعی تقاطع ما و شما باید قیمت های x را بدست بیاریم بعد به ترتیب با قیمت های y را هم حاصل بکنیم برای دریافت قیمت های x ما x مربع منفی 8 x مثبت 15 مساوی با صفر را داریم میشه به این ترتیب بگوییم که 3 ضرب در 5 مساوی با 15 به ترتیب نشته کنیم که سه ضرب پنج مساوی با پانزده علامه سه را منفی بگیریم علامه 5 را منفی بگیریم منفی سه و منفی 5 میشه منفی هشت پس به ترتیب قوس اول x منفی سه است قوس دوم x منفی 5 است مساوی با صفر اگر قابل تجزیه بود این روش ساده تر هست اگر قابل تجزیه نبود باز در صورت از ادامه فرمول محمد بن موسی خوارزمی میشه استفاده کنیم که x یک دو مساوی است با منفی b مثبت منفی جذر دلتای بر دو است پس x منفی 3 را مساوی با صفر قرار میدیم x1 مساوی با عدد 3 میشه و به همین ترتیب x منفی 5 را مساوی با صفر قرار میدیم x2 ما مساوی با عدد 5 میشه که به این ترتیب ما شما حاصل کردیم ما مختصات x را دریافت کردیم به این ترتیب ما برای یافتن قیمت y قیمت های x1 و x2 را در معادله خط مستقیم وضع میکنیم تا قیمت y هم به دست یا بگویم. هر دو نقطه مشخص شوه هم مختصه اکس را داشته باشیم و هم مختصه y را داشته باشیم پس به با این ترتیب معادله خط مستقیم را که ما داشتیم وای مساوی بود به 2x منفی هفت ما معادله خط مستقیم را تغییر شکل دادیم قیمت وای به این ترتیب دریافت شد بر اساس میخوایم یا بگیم بر میخوایم قیمت وای 1 را دریافت کنم وای 1 مساوی است به دو ضرب x1 منفی 7 پس دو ضربه. قیمت چند است؟ منفی هفت. به ترتیب پس و یک مساوی است دو سه شش شش که از 7 کم شده منفی یک باقی میمانه و به این ترتیب حال میشه قیمت وای 2 را هم دریافت کنیم که مساوی است دو ضرب در به این قیمت چه میکنیم 5 منفی هفت به این ترتیب دو ضرب پنج ده از ده که 7 کم شده و سه باقی میمانه پس وای 2 ما و شما مساوی به عدد سه میشه به این ترتیب ما و شما مختصات نقاط تقاطع خط مستقیم با دایره را دریافت کردیم که در نقطه اولی به اصطلاح اکسش 3 هست و قیمت وایش مساوی به منفی یک هست نقطه دومی قیمت اکسش 5 هست قیمت وایش مساوی به عدد سه هست پس به این ترتیب ما شما دو نقطه ای که دایره با خط مستقیم تقاطع دارد یا بگیم خط مستقیم با دایره متقاطع هست را دریافت کردیم که اکس 3 وای منفی یک و به این ترتیب x5 و y3 قیمت‌هایی بود که ما شما به دست آوردیم مثال دوم را بر ما شما در کتاب آورده در این مثال گفته آیا خط مستقیم x مثبت 3 y منفی 5 مساوی با 3 مساوی با 0 البته با دایره x مربع جمع y مربع منفی 2 x مثبت 4 y منفی 5 مساوی با 0 مماس می باشد یا خیر در چه صورت مماس بوده میتونه در صورتی که دلتا مساوی با 0 شود ببینید در اینجا قیمت x دریافت شده بعد قیمت x را به عوضش در اصل معادله عوض کردن که به x مربع 5 منفی 3 y کل مربع شده بعد مثبت y مربع خودش منفی دو ضربه به عوض x بازم 5 منفی 3 y مثبت 4 y منفی 5 مساوی با صفر است به این ترتیب ما به این ترتیب یک یا بگیم به این شکل یک معادله را بعد آوردیم دلتا از تشکیل کنیم منفی دو کل مربع منفی 4 1 ضرب یک ضرب در به اصطلاح سی که سیمون قیمتش یک است و دو مربع چار چار ضربی چار میشه چار منفی چار مساوی به صفر پس در نتیجه ما قیمت دلتا را دریافت کردیم مساوی به صفر به این معنا هست که دایره مورد نظر با خط مستقیم در یک نقطه متقاطع است وقت در یک نقطه متقاطع باشه کمیات وضعی و نقطه را که دریافت کنیم میشه قیمت x را دریافت کنیم قیمت x هم در معادله خط مستقیم بازم میکنیم بعد به اساس از و قیمت y با اصطلاح دریافت میشه که در اینجا مختصه x ما دو هست و مختصه y قیمتش یک است پس نقطه تماس خط مستقیم با دایره مورد نظر در نقطه دو و یک است یعنی قیمت x دو و قیمت وایش مساوی یک است به این ترتیب یک فعالیت برای ما شما داده گفته آیا خط مستقیم x منفی وای مثبت یک مساوی با صفر با این دایره x مربع جمع y مربع منفی 5 مساوی با صفر مماس است یا دایره را در دو نقطه قطع می کند و یا اینکه دایره را هیچ قطع نمی کند روش را می فامیم. از معادله خط مستقیم قیمت x یا y را دریافت میکنیم بعد در معادله دایره وضع می کنیم بعد می بینیم معادله درجه دوم چگونه است اگر دلتای بزرگ از صفر بود در دو نقطه متقاطع است اگر دلتا کوچک از صفر بود هیچ تقاطع ندارد و اگر مساوی با صفر بود پس به این ترتیب ما و شما در یک نقطه معادله دایره مورد نظر را متقاطع می داشته باشیم که به با این ترتیب پس ما و شما این مثال خود را یا بگیم این فعالیت خود را می به این ترتیب به اصطلاح دریافت کنیم یا بگیم حداقل یک راهنمایی ازش داشته باشیم x منفی y x منفی y مثبت یک مساوی با صفر معادله دایره است x مربع جمع y مربع منفی 5 مساوی با صفر به این ترتیب حالا ما شما میشه دریافت کنیم که چی مناسبت دارد خب قیمت x را دریافت میکنم x مساوی است y سمت راست انتقال پیدا کنه مثبت میشه یک سمت راست انتقال پیدا کنه منفی میشه پس به این ترتیب x مساوی است به y منفی یک قیمت x رو در جاش وزن میکنیم پس میشه y منفی یک کل مربع به عوض چی؟ به عوض x مربع که به ترتیب شما در اصل معادلت داریم مثبت y مربع منفی 5 مساوی با صفر این میشه y مربع منفی 2 ضرب 1 ضرب y میشه 2 y و مثبت یک مربع 1 است مثبت y مربع دیگه هم داریم منفی 5 مساوی با صفر پس به ترتیب y مربع جمع مربع میشه 2 y مربع منفی دوای دو دیگه هم داریم از پنج که یک کم شد منفی 4 باقی میمانه مساوی با صفر اطراف را تقسیم دو میکنیم وای مربع منفی وای منفی دو چون چهار تقسیم دو شوه منفی دو میشه بالاخره سفر. مساوی به با صفر پس حال دلتا را که مطالعه کنیم دلتا مساوی است به بی مربع منفی چهار ای سی. پس دلتا مساوی است به بی مربع یعنی منفی یک کل مربع نتیجهش مثبت یک میشه منفی چهار ضربه ای ما یک هست و سی ما هم منفی دو است پس دلتا مساوی است یک منفی ضرب منفی مثبت دو ضرب یک دو دو ضرب در چهار هشت به همین ترتیب مساوی به نو میشه چون بزرگتر از صفر هست پس در دو نقطه تقاطع داره. بنان شما باز میشه قیمت های Y1 و Y2 را دریافت بکنین. بعد در معادله خط مستقیم وضع کنین. قیمت X1 و X2 هم دریافت میشه. مختصات تقاطع خط مستقیم با دایره مورد نظر هم به این ترتیب بدست میه موضوع درسی که در ای درس ما و شما قرار بود بخوانیم یا میخواستیم بخوانیم همین موضوع بود امیدوار هستیم خوب یاد گرفته باشین تا یک درس بعدی از مضمون ریاضی صنف دهم هم همه شما را به خداوند بزرگ بنیاز مسپارم موفق باشید